بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غير هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بسیاری از رموز موفقیت نظام اسلامی و نظامی اسلامی را هم ذات اقدس را اینجا بازگو کرد. فرمود به این که برای این که خطری همانند خطر جنگ احد پیش نیاید اول پیشگیری فرمود. گرچه جریان جنگ بعد قبل از جریان احد بود، برای اینکه خطر جنگ احد اصلا پیش نیاید ذات اقدس را در جریان جنگ بدر اینها را هشدار داد. فرمود وقتی با دشمن روبرو شدید ثباتتون را حفظ بکنید و زیاد به نام خدا باشید. این زیاد به نام خدا بودن نشانه ذکر لسانی است، چون ذکر قلبی به کثرت موصوف نمی شود، به شدت و قوت موصوف می شود. نظیر این که والذین آمنوا اشد و حبن لله، اون اوصاف قلبی معمولاً به شدت و قوت وصف می شود نه به کثرت. این که فرمود واذکروا الله کثیراً یعنی زیاد در لساناً به یاد خدا باشید. اگر ثبات محفوظ بود و در ظرف ثبات انسان زیاد به یاد خدا بود، این یاد خدا، کثرت یاد خدا، زمینه شدت و قوت یاد قلبی را فراز بکند. یعنی یاد به نام خدا سخن گفتن باعث یاد خدا بودنم هست. نام خدا بر لب باعث یاد خدا در دل هم خواهد بود. و این یاد خدا در دل و نام خدا بر لب گذشته از این که قلب و زبان خود شخص را تعلیم می کند، گوش شخص را هم تعمیم میکند. وقتی انسان متذکر بود به نام خدا، نام خدا را بر لب جاری کرد، گوش او هم میشنود و عبادت میکند. پس ذکر لسانی استماع خود شخص را هم در بر دارد و زمینه اسماع را هم فراهم میکند. چون نفر بود به این که به صورت همس و آهسته به یاد خدا باشید، این شامل می شود جهر و همس هر دو را. وقتی جهر بود اسماع را هم به همراه دارد، یعنی نام خدا را به گوش دیگرانم می رساند. این که فرمود زیاد در صحنه جنگ به یاد خدا باشید، پس منظور ذکر لسانی است اولا، چون به کثرت وصف شده است. این ذکر کثیر زمینه اون ذکر و یاد را در قلب فراهم می کند ثانیاً، و باعث عبادت سامعه هم خواهد بود، گوش هم استماع می کند ثالثاً، و زمینه اسماع و به گوش دیگران رسوندن را هم فراهم می کند و دیگران را به یاد خدا متذکر می کند رابعاً، این جهات فراوان را این واذکروا الله ذکراً کثیراً به همراه دارد. در جریان احد از وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اگر ما پیروز شدیم و دشمنان ما تا مرز مکه هم فرار کردن، شما این سنگر را رها نکنید، و اگر اونها پیروز شدن و ما را ربودن، باز شما این سنگر را رها نکنید. ولی متاسفانه اونها برای جمع غنایم اون سنگر احد را رها کردن که شکست دامنگیر مسلمین شد. برای اینکه همچه خطری پیش نیاید قبل از جریان جنگ احد
که جنگ بدر اتفاق افتاد، فقط و اطیع الله و رسوله در مسائل نزاع همیشه مثلا در میدان جنگ از خدا و پیامبرتون که رهبری شما را به عهده دارد فاصله نگیرید و اطاعت کنید. در کارهای اجتماعی مخصوصا در جریان جنگ قهرن نزاعی پیش می آید، اختلاف نظر هست. فرمود نزاع نکنید، برای اینکه نزاع دو خطر را به همراه دارد، یکی فشل است و یکی ذهاب شوکت. گرچه نهی از شی مقتضی امر به زید نیست، چون که امر به شی مقتضی نهی از زید نیست، لکه مقدمات عقلی طرفین را باید ملحوظ داشت. اگر نهی از تنازع ممنوع و هر کسی هم فکری دارد به فکرشو اظهار میکند، برای اینکه به نزاع منتهی نشود، این تقریبا امر ذهنی و عقلی است به تضارب آرا و مشورت. برای اینکه انسان با فکر کار میکند، اولا در جایی که چند نفر دارن کار میکنن هر کدام فکر خاص خودشو دارد، ثانیاً و انسان ها هم که فوتوکوبی و زیراکس هم نیستن که همه یک جور فکر بکنن، وقت خلال کم اتبارا کلون یعملو علا شاکلته ثانیه سابسه. خب چه کنیم که به تنازع منتهی نشود؟ نهی از تنازع عقل را هدایت میکند به تضارب آرا، برای اینکه مبادا به تنازع مبتلا بشوید مشورت کنیم به تضارب آرا کنیم. نهی از تنازع امر به تضارب نیست، نهی از شی مقتضی امر به ضد نیست، چون که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، لکن تهیه مقدمات عقلی در هر دو طرف لازم است. نقلا این چنین نیست که امر به یک شی مقتضی نهی از ضد باشد یا نهی از شی مقتضی امر به ضد باشد، ولی عقلا تحصیل مقدمات در هر دو بحث لازم است. وقتی نهی از تنازع شد، عقلا انسان مأمور می شود به تضارب آرا و مشورت، به تشاور و تضارب آرا مأمور است، به اینکه مبادا به دام تنازع بیفتد و اون دو سه اصلی که ذکر شد. چون انسان حتما می اندیشد و کار می کند، در کارهای جمعی چند تا اندیشه است، اگر اندیشه ها تضارب آرا نشود، مشورت نشود، به تنازع منتهی خواهد شد. خب اگر تنازع کردی، اگر تضارب کردی و تشاور داشتی و همه شما به یک مقصد رسیدی، که خب مشکلتون هم، اگر به یک مقصد و به یک نتیجه نرسیدی، اون را برابر آیات دیگه از سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، مرجع حل اختلاف خدا و دین خداست، این قرآن و سنت قطعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اون را هم قبلا بحث کردیم، بازم اشاره می شود. خب برای اینکه به خطر تنازع نیفتید، باید که اول تضارب آرا و تشاور را در نظر بگیرید. غرض آن است که به دو چیز تکلیف نشده، یکی تضارب آرا و مشورت، یکی پرهیز از نزاع، بلکه از یک چیز نهی شده و اون نزاع است. برای اینکه تنازع پیش نیاید، عقل میگوید پس مشورت کنید، تضارب آرا کنید. تضارب آرا همان است که در بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است، که در غرر و درر آمده که ازر و بعض از رعیه علا بعض فعله هم یتولد منه السواب. فرمود این آرا را به هم بزنید، بعض از رعیه ها را به رعی دیگر بزنید، از برخورد این آرا اون چی که ثواب و مصلحت هست پدید می آید، به شما را از خطا نجات بدهد. این ثواب در برابر خطا است، در برابر عقاب، ثواب واساد است. از رو بعض از رعی عرابه است به نوی تولد منه سرد. قبلا هم به عرض نسید بیان لطیف مرحوم شیخ بهایی جزمان داری تو خشکول دارد، که فرمود از سؤال و انسا و جواب و مذکر. سؤال و جواب که در حقیقت تضارب آراست به منزله نکاح اندیشه است. اندیشه ها بدون تناکه فرزندی متولد نمی کنید، فکری تولید نمی شود. کسی مرتب بشیند، خودش مطالعه کند، خودش در کتابخانه بشیند، حس اندیش تکندیش باشد، اشکالی نشنود، اشکالی نکند، سؤالی نکند، پاسخی ندهد، پاسخی نشنود، یعنی چه آدمی
مثل کسی که ازدواج نکرده عقیم میماند. این فکرش فقط برای خودشه، این فکر توبیهی نداره. اما وقتی بحث کرد، درس گفت، درس شنید، اشکال کرد، اشکال پاسخ داد، فکری را با فکری دیگر به نکاح در آورد، یتولد و منه الثواب. لطیفه مرحوم شیخ راوی است که سؤال و انثی و الجواب و ذکرون، یعنی این سؤال و جواب، این تضارب آرا، یکی منزله زن است، دیگری منزله شوهر. این دو تا اندیشه با هم تناقض میکنند. سؤال به منزله انثی است، جواب به منزله مذکر است. و از تناقض سؤال و جواب، از تناقض نقد و بررسی، فرزند علمی و اندیشه‌ای متولد می شود. پس اون آدمی که منزوی تو مسائل سیاسی هم همینطور است، تو مسائل اجتماعی هم همینطور است، کسی که تقرب است منزوی است، این بالاخره عقیم خواهد بود. اما اون که فکرشو عرضه می کند، مورد نقد و بررسی قرار بدهد، چاس اشکال به فکرش می شود، چاس جواب می گیرد، یا چاس جواب بیدهد، یا چاس سؤال می کند، این در حقیقت اندیشش رو عرضه کرده است برای تناکه علمی. خب امر الله که انسان تابع است، اون بعثی الله بعثی رسول حاکم است در اموری که مربوط به خود آدم است. اما در امر الله که مربوط به امر الله است، این حکم الله لله، مشترک کردن تضارب آرا در امر مردم است. امرهم بینهم شورا، نه امر الله. امر الله بر اساس این الحکم و الله لله مسئله حل است. این نیست که آدم مشورت بکنند ببیند که حکم خدا چیه، مثلا در باره حجاب یا حجاب لازم یا نه، که مشورت کرد که چجوری حجاب را تعیین بکنیم. یعنی بعضی محدوده را در مشخص است، ما برای حفظ اون محدوده، اون حریم، حد و مرزی که شارع گفت، نه بیشتر از اون و نه کمتر از اون، اون را چگونه پیاده کنیم؟ اون یه حرف دیگه است، جز امر الناس است. منطقه الفراق جز امر الناس است، به اصطلاح مباحات جز امر الناس است، از لا واجب تخییری انتخاب عهدها جز امر الناس است، موارد دیگر امر الناس است. اما وقتی به قانون و حکم برسد دیگه امرهم نیست، امر الله است و این حکم الله بالله. فرض آن است که نهی از تنازع زمینه امر به تضارب آرا و تشاور را هم فراهم می کند. حالا اگر کسی قبل از مشورت نزاع کرد، یه نزاع مذمومی است، خب با مشورت این نزاع برطرف می شود. ولی اگر بعد از مشورت این نزاع پدید آمد، یعنی صاحب نظران و اندیشوران قوم نشستن بررسی کردن، به جایی نرسیدن، فرمان به این که در این گونه از موارد اگر نزاعی بعد از تضارب آرا پدید آمد، مرجع کتاب سنت است که بحثش قبلا در سوره مبارکه نساء آیه 59 گذشت. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر معصومی علیهم السلام برابر آیه، و در عصر غیبت خود معصومی علیهم السلام جانشینی تعیین کردند. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. اگر به خدا و قیامت و مبدا و موت ایمان دارید، اگر با مشورت مشکل شما حل نشد، بالاخره به دفتری نرسیدید، ببینید قرآن و احترت چی میگوین، قرآن و سنت چی، سنت اهل بیت علیهم السلام چی میگوین. خب پس نهی از تنازع زمینه تشاور را فراهم میکند. ولا تنازع او فتفشد و تذهب ریوکم. در موارد دیگر هم ذات اقدس اله مشخص کرده است که اگر شما مراجعه بکنید، با مشکل نزاع و فشد امثال ذلك مبتلا نخواهید شد. در بحث های دیگر لفشلتم و لتنازعتم اونا را ذکر فرمود، فرمود اگر چون که تضارب آرا نکنید، به رهبری تو مراجعه نکنید، گرفتار لفشلتم و لتنازعتم فی الامر خواهید شد. آیه 152 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولقد صدقكم الله بعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اون نزاعی که به نحوه اجرای امر آخرت در میگردد، اون قابل حل است. همه اون اصول ارزشی را قبول کردن.
اما اون نزاع مهم آن است که منکم من یرید دنیا و منکم من یرید الاخره. در یه همچین موردی بالاخره ناچار باید برجع کتاب و سنت باشه که آخر را در این زمینه بزنه. خب برای اینکه به این امور چهارگانه پشتوانه عطا کند، فرمود وصف رو ان الله مع الصابرین. از این که فرمود اذا لقیتم فئتا فثبتوا، یک. از این که فرمود وذکروا الله کثیرا، دو. و از این که فرمود واطیعوا الله و رسوله، سه. و از این که فرمود ولا تنازعوا، چهار. برای اینکه به اون امور مثبت و منفی پشتوانه اجزای عطا کند، فرمود وصف رو. این صبر هم به نوبه خود فضیلت است و هم زمینه اون فضائل چهارگانه را فراهم میکند. یه انسان صابر است که میتواند از نزاع بپرهیزد. انسان صابر است میتواند مطیع خدا و پیامبر باشد. انسان صابر است که میتواند ذکر کثیر داشته باشد. و انسان صابر است که میتواند از ثبات بر خدا باشد. بعد فرمود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رعاء الناس و يصدون عن سبيل الله. مهاجمین مکه که از مکه حرکت کردند، اول خیلی مقتدرانه حرکت نکردند. ابو سفیان پیام داد که این قافله مال تجاره که از شام به مکه می آید در خطر است، برای اینکه ما 40 نفریم و ممکن است که نظامی هایی که از مدینه خارج می شند بتوانند همه اموال را مصادره کنند و مالهای فراوانی هم که از مسلمان‌ها در مکه ما بردیم. هر مسلمانی میخواست از مکه به مدینه مهاجرت کند، معمارش رو صادره بیکردیم. اینا با دست خالی از مکه به مدینه مهاجرت میکردن. کسی اموال اینا نمیخرید که. نه اموال منقول اونها رو اجازه بردن میدادن، نه اموال غیر منقول رو اجازه فروش. اینا که از مکه مهاجرت کردن آمدن در صفحه مدینه، مسجد مدینه اصحاب صفه شده، اینا همشون توی دست که نبودن، بلکه این چیزهای تو مکه داشتن. همه اینها با دست خالی از مکه حرکت کردن. پس اموال فراوانی از مسلمین پیش این مهاجمین مکه بود. وقتی کالای تجاری اینها از شام به طرف مکه رسید، ذات اقدس الله به اینها خبر داد که شما میتوانید اموال مصادره شده خودتون رو با این را استرداد کنید، استنقاص کنید. وقتی این خبر به وسیله جاسوس‌های داخلی خود مشرکین به اونها رسید، ابو سفیان پیام داد به ابو جهل و مانندان که ما در خطریم. اونا که از مکه حرکت کردن بطرن و رعاء الناس نبود، از مکه حرکت کردن تقریبا با حراس یا به طور عادی حرکت کردن که بیان این قافله تجاری را نجات بدن. وقتی به جحفه رسیدن و گزارش ابو سفیان به ابو جهل رسید که برگردید، ما به سلامت به مقصد رسیدیم، نزدیک مکه ایم، دیگه در دسترس مسلمان های مدینه نیستیم، از اون به بعد اینا داشتن قلدری و قدرت نمایی نشون میدادن. از جهره به بعد و این چون تتمه همون مهاجمه تهاجم اونهاست، همون به این که اینا اشرن بطرن و رعاء الناس خارج شدن. ظاهرا خروج اونها از مکه به این صورت نبود، خروج اونها از جحفه به بعد به این صورت بود. شاید برخی از اینها هم مغرورانه از مکه هم خارج می‌شدن، بطرن و رعاء الناس خارج شده باشد. ولی به هر تقدیر اینها خیلی فقر فروشی و متظاهرانه خارج شدن که از اینها تعبیر به بطر شده است به جای اینکه باطر بگوید. رعا تعبیر شد به جای اینکه مرائی بگوید، نظیر زید بن عبدان که مبالغه است. اینا این چنین بودن که اگر وقتی پیروز شدن، اما در جریان جحفه و بعد دیگه مطمئن بودن که باید عیشونوش کنن. از وکه اون سراغت به مالک و اینها میگفت که اینی جار لکن، یک احتمال احتیاجی در اونها بود که کسی به اینها پناه نظامی و پناه اجتماعی داد که میگفت که من تأمین میکنم امنیت شما را. شما اگر از قبیله بنی کنان حراسی دارید، چون از اونها کسی رو کشتید و احتمال میدید که اونها از پشت سر به شما حمله کنن یا در این موقعیت اونها به شما بتازن، من مجیر شما هستم، شما را پناه میدم، در پناه سیاسی من امنیت من باشید.
که کسی که احساس احتیاج پناهندگی میکند، این نمیتواند عیاشانه بطرن و رعاینا سرکت کند. اما وقتی به جوفه رسیدن دیدن کاملا خطر برطرف شد، گفتن از این به بعد ما دیگه بطرن و رعاینا سرکت. خب اگر این چنین بود دیگه احتیاج به اجاره نداشتن. اجاره یعنی پناه دادن. اون که به عنوان سراغت ابن مالک گفت اینی جارن لکم، یعنی من مجیر شما هستم، شما رو پناه میدم، معلوم شد احساس خطر میکردن، با دلها را حرکت میکردن. ممکن است در جمع اونها چند نفری هم بتر و رعا الناس حرکت کرده باشند، اما کل این گروه مهاجم به عنوان نفیر شاید این چه این نبودن. اما از جهره بعد چرا همه چون اینجور بودن؟ چون دیدن خطر برطرف و این غافله آمد پشت اینها و پشتبانه اینها. اون که به اینها میگوید لا غالب لکم الیوم، در برابر ذات اقدس اله سخن میگوید. خداوند به مؤمنین میفرماید به این که اگر خدا یار شما باشد کسی بر شما پیروز نیست. آیه 160 سوره آل عمران این بود که این یسرکم الله فلا غالب لکم و این یخذرکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. سخن خدا این است که اگر لطف خدا به کمک شما بیاید هیچ کس بر شما پیروز نیست. اون شیطان یا سراغت ابن مالک یا هر که بود در جریان جنگ بعد به اینا گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، هیچ کس بر شما غالب نیست. از طرفی ذات اقدس اله میفرماید اگر نصرت خدا باشد کسی بر شما غالب نیست. از طرفی شیطان یا سراغت ابن مالک به مشرکین مکه میگوید کسی بر شما غالب نیست. هر کسی تحت ولایت ولی خود باشد حرف اون ولی را میشنود. اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، حرف اون ولی به مولا علیهش این است که لا غالب است. اگر کسی جز کفار بود والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، حرف اون طاغوت این است که لا غالب لکم الیوم من الناس، اونا که مولا علیه طاغوتن تحت ولایت ابلیسن لا غالب لکم الیوم را میشنوند، اونا که تحت ولایت اللهن لا غالب لکم را میشنوند، و اینا که داعی ربوبیت دارن در برابر الله سخن میگویند. خدا هم فرماد که کسی بر شما غالب نیست، شیطان هم بگوید کسی بر شما غالب نیست. چون خودش فرمود اگر کسی یه مقدار به لطف الهی بهاداد به دین خدا بهاداد، من جا بالحسنه فلو اشتم سالها، پاداشم به امیدهد، خداوند کمک بکند. اما ابتداعاً که کمک نمی کند، ابتداعاً انسان رو مختار قرار می دهد. اگر کسی در راه خدا قدم برداشت جاهد و فینا رو نهدی انهم سبولنا، بعدن کمک بکنه. شیطان که به خدا معتقد هست و در نظام تکوین مثل کلب معلم است و در محدوده خودشم میدونن. این که گفت لغوی انهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین، مگه دسترسی ندارد؟ نه که نسبت به مخلصین ارادتمند است. چون یه جاهایی باید بره چیزایی رو باید بشنود و از اون راه فرید بده. اون منطقه منطقه ممنوعه که من یستم الان یجه لهو شهابن رسده. یه جاهاییست که اگر بخواد بالاتر بره پرش میسوزه، تنبیه میشه، تعدید میشه، اونجا جایش نیست. یه منطقه خاص خودش داره. او هم موجودیست جن است، عذاب میبینه، رنج میبره اگر بخواهد بیش از اون محدوده خودش حرکت کنه. منتها کار او اقواست و می داند معصیت است. لأملأن جهنم من که تبعه که از بین دامنگیر او خواهد بود. فنه به خدا معتقد است. منتها تبهکار است. فلما تراءت الفئتان نکست علی عقبی. در جریان نزاع اشاره شد به این که اگر کسی گرفتار تنازع شد هیچ راهی ندارد مگر این که به خدا و پیغمبر برگردد. و ذات اقدس اله هم در آیه 83 سوره نساء فرمود اگر اینا این نصیحت رو گوش بدن و اذا جاء امر من الامن علی الخوف اذاعوا به، این رو شیوع میدن. لکن ولو ردوه الی رسوله و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. اینم نظیر اون آیه قبلی است، نظیر آیه 59 سوره
نصاب که فرمود در منازعات مرجع تو کتاب و سنت باشد. اینجا هم فرمود به این که در اسرار نظامی یا اسرار سیاسی مرجعتون کتاب و سنت باشد. اگر چیزی را شنیدید به خدا و پیغمبر ارجاع بدید، به اولوالامر ارجاع بدید تا از اون خطر هم برهید. این بخش که فرمود به این که ویسدون عن سبیل الله و الله به ما یعمرون محیط، برخی از مفسرین میگن اسناد احاطه به الله مجاز است، برای اینکه علم خدا محیط است نه صاحب علم. این بر اساس همون تفکر اشعری است که علم خدا را زائد بر ذات میدونن و علم خدا را غیر خدا میدونن. ولی بنابر تحقیقی که امامیه بران است که اوصاف ذاتی اله عین ذات اقدس اله است، اینا فقط مفهوما از هم تفاوت داره جدان، علم ذات اقدس اله عین خداست. بنابراین همونطوری که علم خدا محیط است، خود ذات اقدس اله هم محیط است. اسناد احاطه به ذات الله اسناد اله ما هو الله هست و مجاز در اسناد نیست. اون که گفت مجاز است، منظور مجاز در برابر مجاز کلمه، در برابر حقیقت کلمه نیست، مجاز در کلمه نیست، مجاز لغوی نیست، مجاز عقلی است. یعنی اسناد اله ما هو الله هست یا نه، ولی اسناد اله ما هو الله است، مجاز عقلی نیست، حقیقت عقلی است. چون علم الله با ذات الله عین همان مفهوما تفاوت دارد. این که فرمود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، شبیه هم آیه قبلا در همین سوره مبارکه انفال گذشت، یعنی آیه 21 سوره انفال که ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل مشرکین نباشید. مشرکینی گفتن سمعنا و هم لا یسمعون، مثل اونها نباشی. اینجا فرمود ولا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس، یعنی مشرکان خارج نشوید. اما اینکه فرمود فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبی، نکوس همون قهقراس به رجوع از او پشت برگشتن است، از طرف پشت رفتن است، به قهقرا رفتن است. و چنین رفتنی جز با پاشنه پا و از عقب، یعنی از پاشنه پا استفاده کردن نیست. بنابراین نکسه کار علا عقبه را می کنن. داشتن به عنوان تأکید علا عقبه ذکر شده که یک تهجینی را هم به همراه داشته باشد. این کار مستهجنی است، برای اینکه با پاشنه پا رفتن میگن از بدتر انهای راه رفتن است. مشابه این در آیه 66 سوره بارک مؤمنون هست که هو قد کانت آیاتی تطلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. این برای مستهجن نشون دادن جریان است، وگرنه خود نفوس همون اون روزی به قهقراس و با پاشنه پا حرکت کردن است. خب اما این که فرمود اینی ارا مالا ترون، به همون مناسبت هست که بالاخره جن چیزایی رو میبیند، شیطان چیزایی رو میبیند، یا ممکن است که خود اون شیطان انسی چیزی بر اون متأثر شده باشد که برای دیگران تمثل پیدا نکرده باشد. این حرف که از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون، هم ممکن است که منافقین به سرا گفته باشند و هم ممکن است که الذین فی قلوبهم مرضون در دلشون گفته باشد، چون اون چرا که از اندیشه میگذرد دارن برای قول اطلاق میکنن. اما این گفتن غرها اولای دینهم، اینا فریب دینشون خوردن، چون دیدن دین این سلسله دستورات رو دارد، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 249 که کم من فئت قلیلت انقلبت فئت کثیرت باذن الله. این حرف یه حرف عمیق علمی دینی. منافقین و الذین فی قلوبهم مرضون این حرف را فریب میدونن، میگن اینا این بسیجی ساده ساده لوها را فریب میدن با این کمی انفعت قلیلت انقلبت فعت کثیرت، این رو فریب میدن. مگر میشه فعه گروه کم، فعه را فعه گفتن برای که یک گروه که یفی و بعض هم را بعض، یعنی یرجی و بعض هم را بعض، یک گروه متشکلی که ساماندهی خواسته دارن بشتن فعه. مگر میشه فعه قلیل بر فعه کثیر فیروز بشود؟ چون که مشابه همین این وعده را ذات اقدس اله در بخشای دیگر عطا کرده است. فهمود که خیلی هستن که گاهی هم مثلا کم هم، اگر مثلا این یکم منکم در همین سوره مبارکه انفال که خواهد آمد، این یکم منکم اشدون صابرونه یغلب و مئتین، یکی گاهی به ده برابر اضافه می شود. آیه 60 بعد است که اگر چون که در سوره مبارکه انفال است
65 سوره مبارکه انفال است که این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین و این یکم منکم مئتون یغلبو الفا من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. این حرفا را که اگر 10 نفر شما صابر 20 نفر شما صابر باشند 200 نفر را از پا در میارند و اگر 100 نفر صابر باشند 1000 نفر را، یعنی یکی بر 10 پیروز است، میگن این حرفا فریب های مذهبی است معاذ الله. اما چون قوم لا یفقهون چنین تهمتی را میزنند، اگر لله جنود و سماوات و الارض باشد کسی بخواهد حرف خدا را اطاعت کند، چگونه کسی که جمیع جهان سپاه و ستاد او هستند به مشکل انسان عنایت نمی کنند؟ پس غرور نیست و بلکه توکل است. الحمدلله رب العالمین.